راجع به انتقاد هم که بنده هفته میکنم بهتون گفتم ببینین we knew it's gonna happen ولی عرض کردم که استرام الکام چه فکر کنم تو این شعورم گفتم یادم نیست که استرام الکام چرا اومد چیز کرد اومد یک پارتی ترتیب داد و فقط همانو دعوت کرد what did she do that for? What was the purpose? چه عجب تو گمارا میفهمد گمارا مسخرت میگیره میفهمید که چون اسرائیل اون دوره میگفتن ما دیگه توپ توپی ما ملکه از خودمونه دیگه اصلا هیچ غمی دیگه we have همه چی خیالشون تخت استر ملکا میخواست که اسرائیل فقط کواناشون به هشم باشه اطمینانشون تراستشون تکیهاشون هشم باشه نه که استواسه رفت با چی کار کرد و همانو دعوت کرد من با شما نیستم همانو دعوت کرد چرا که اسرائیل بدونن که این اد میله و دو بدونن که این لانو لهیشا این لطفاً تو که ما را میگه یه قبض که ما شیخ بیاد سختی هایی که دوره اسرائیل میاد و اینا اسرائیل متوجه میشن که ما تنها تکیه گاه همون حقابش برو نه میت رامنی نه ای امریکا نه بایی ما تنها تکیه این اد میله و دو تنها تکیه گاه ما حقابش برو لطفاً مفتیم یه آقای منی برده بود لانچ دیادم مذهبی چیز نیست میگفت با یک کسی صحبت میکرده گفته تو anybody could have a doubt that there is God running the world گفت نگاه کن نقشه خاورمیانه رو ببین چجوری اسرائیل احاطه شده با صدها میلیون دشمنای خونخوار انقدر هر لحظه که میگفت ارت اسرائیل باروخش هم داریمش میگفت مردم دنبال پروف هستن که خدای وجود داره look at this having ارت اسرائیل after so many years و بعدش هم با تمام این مخاطرات و in some ways I'm happy من جدا تنها چیزی what do I care economy etc واسه ماها I think Obama از نظر اقتصادی بهتره باید بدونیم Obama واسه شاید میلیاردرها و میلیونرها چیزه ولی ببین اوباما جدا چیزی واسه مردم ضعیفتر و ایناست that I'm not so concerned about the economy ولی تنها موضوع که این probably الان دیگه میدونیم چیز نداره که فشار میاره روی اسرائیل رایت و اونم it's good که بدونیم که تکیه‌گاه ما امریکا نیست این لانو لهیشا این الا الاوین شما شما تنها تکیه‌گاه ما هشم اول هشم آخر هم هشم you don't have any we cannot یاد بینیم از استر ملکا استر این کار کرد که اسرائیل ها ما استر ها داریم تو دربار آدم یه فرمان میگفت look the chief of staff of Obama is from Ashabat میدونید Jack Lew چیزه چیف آف استفشه این شما شباته آره yes این شما شباته ایزه جوان شما رو این آره ولی ببینیم این تکیگاه ما عقبش برو کنه این اود میلو و دو آدم چه تو زندگی شخصیش و چه تو زندگی ملیش باید بدونیم ما هر نفس از عقبش برو خوه right و we cannot rely on anybody else و اتفاقا میدونیم نفش خاییم رب خاییم ولوژین میگه مردم دنبال سگولات میگردن میگه مردم دنبال سگولا میگردن وقتی در تنگ ناسر میگه که بهترین سگولا اینه که آدم همین جمله را این عد میده و دو بدونه که همه چی دست عقابش برو خود میگه وقتی یه جای گیر میکنی تو هر حالتی گیر میکنی همیشه اینه این عد میده و دو رو این مدیتیت کن هیچ قدرتی به جز عقابش برو خود دنیا را راه نمیکنه اگه هشم نخواد آدم انگوش رو تو این دنیا تو تکون بده right so این هم یه مسیجی واسه ما we cannot rely only on ourselves yes یه سوالی دارم خیلی سال وقتی که سارا اولام میره میگن که the reason که بعد این همه سختی که کشید اولام رفت میگن اینه که وقتی که هاگارا اینو کرده گفته که خدا خودش حکمش رو بکنه something like that برای همین ببینین سر این که اصلا سارا ایمن و هاگارا رو بیرونش کرد فقط این سوال هفته تو کلیسه ما این بود که بعل اتوری میگه سارا اشتباه کرد میگه چون اومد و هاگارا رو بیرونش کرد اون وقت چی شد؟ اون وقت واسه همین بچه هاش تحت تعقیب بچه های هاگار قرار گرفته اینه بعل اتوری میگه همینطور قبل از این جریان سارا چیکار کرد؟ گفت به ابراهام که چی گفت خداوند داره من رو تو قضاوت میکنه که این اشتباه است میگه اینم خطا است yes. میگه این آدم هیچ وقت نباید هیچ امری رو واگذار کنه به هشم و
خیلی این کارو میکنن. خیلی این کارو میکنن و میگن کسی که میدونین واگذار میکنه به هشم، پرونده خودش باز میشه. اینجا هم اپرنتلی وقتی سارا اومد به ابراهام گفت اشبوت هشم بینی و بینه خواه، خداوند بین من و تو قضاوت میکنه، پرونده خودش اومد رو. البته گفتم این دفعه اول که هاگارا چیزش کرد خیلی میگن تقصیر دفعه دوم خودش رو تایید کرد، چون دفعه دوم این بود که میدونی که میخواست تاثیر سو میذاش روی یتخاک، اونا چیز نمیکنه. دفعه اولا میگن که پرونده خودش اومد کار درستی نکرد و پرونده خودش که اومد مجازات شد. ولی بادم لاینی که یاد میگیرن از اینجا توی ما رو میگادم هیچ وقت نباید واگذار کنی به هشم. کی آدم میتونه واگذار کنه به هشم؟ وقتی که توی یک جایی زندگی میکنه که بکتین نیست، کورت سیستم نیست، این آدم دور از همه با کسی اختلاف چیزی داره، اول باید میدونی با ریش سفیدات با حل کنه، به جای چیز نگه. اگر نتونست حل میکنه اون وقت به دین داری، باید به قانون تورا بره. اگر طرف حاضر نمیشه بیاد رای بیاد به دین و فلان اینا، اون وقت میتونه بره کورت. Right. و that's what he has to do and then satisfy with that. اگه آدم یه جایی که اصلا نمیدونم تو روسیه شوروی بوده اون وقت، نمیدونم، یا جایی که میدونین به قضاوت به طرق چیزی میتونه به قضاوت برسه، اون وقت میتونه محاکمه بشه. یک اسرائیلی که تو کانسنتریشن کمپ هست اون دفعه میتونه که هاشم انتقام از اینا بگیره، ولی به جز اون واگذار کردن به هاشم خطرناکه. واسه کسی که واگذار میکنه خطرناکه، چون اول پرونده خودش رو باز میکنن. ببینه این کسی که داره میاد واگذار میکنه به هاشم جدا نفسش از جای گرم میاد بالا یا نه؟ الان که اوباما شده مثلا آدم میگه خدا خودش برای ما مثلا جنگ ما رو بکنه یا خودش این همیشه هست. ما ببینیم، ما باید سعی رو بکنیم، ما باید به هر طریقی از سعی و کوشش خودمونه به طرق به دل خطه و بکنیم، ولی ultimately ما نمیگیم هشم بیاده منم سر این بلای بیارم. نه، ما نمیتونیم اتکا بکنیم به آمریکا. موضوع اوباما نیست، ما به آمریکا هم نمیتونیم اتکا بکنیم. اتکای ما باید فقط عقابش برو کنه این عد میلو بده ای دزن نه که بلای سر اینا بیاد خواست بره. نه اینا، ولی باید بدونیم که و بدونیم تو میشله شما ملخ هم میگه که میگه لو ملخه میاد هشم. Once یک کسی اپوینت شد، پاده چیز شده، مثل به مقام رسیده، باید بدونیم اگه هشم نمیخواست نمیشد. و انشالله به عزت شما خودش برخور شمر اسرائیل لو ینوم و لو یشان. خانمای ما خیلی سنوات هستن، نمیخواد صداشون شنیده بشه. در هر صورت میفرماین اگه سوال میکنید که تو دوربین ضبط بشه داد بزنید. با صدای بلند رو ما میتونیم بخوایم که خدا صدای خانم نیکرمش هم شنیده نمیشه. بچه هرچه خیلی این شاید شور لب ملاخیم بیاد هشم، لب ملاخیم بیاد هشم، یعنی قلب پادشاه دست عقابش برو خوه این شاید عقابش برو خوه. اوکی فاین، یک توضیح کوتاه از پل یوئتس. لب ملاخیم بیاد هشم، یعنی قلب پادشاه ها دست عقابش برو خوه. پاسخ تو میشله ملاخیم با این ملاخیم، اون ملاخیم با الفه، این ملاخیم بدون there is ملاخیم and there is خیلی اشتباه میکنن، there is ملاخیم and there is ملاخیم. ملاخ با الف میشه فرشته، ولی ملاخیم میشه پادشاه. ملاخ جمع ملاخ. ببینین ما یک پلیوئتس، یه چیز جالبی بنده چند روز پیش دیدم، گفتم باتون بالا بعد از ما روزا می‌خونیم پلیوئتس خورده. سه شنبه شب بنده کلاس پلیوئتس دارم، اگه می‌دونید می‌خواید سه شنبه تشریف بیارین بالاس ساعت 8 تا 9 there is a پلیوئتس class for ladies and gentlemen. حالا بله فارسی سو می‌فرمایند که پلیوئتس می‌فرماید که فکرام این چیزی که I found it خیلی از دوستانم خیلی خوششون اومد، اینا ما کلاس که با آقایون داریم میفهمین که بعضی وقتا این آدم خودش میدونین حدود سقورش خودش نمیدونه، خودش تحمیل میکنه، این پوز میکنه رو مردم و میفهمین که
شلوم המלך تو میشه میفهمید حقر حقر رگلخا می بیت رخ میگه ببین خونه دوستاتم که میری میدونی وقتی برو که میدونی طلبی شد طلبیده شده باشی و خواست جدن یور وانتد دیر خودت تحمیل نکن حقر رگلخا می بیت رخ میگه ببین سنگین کن پاهاتا از دوست زیاد رفت آمد نکن که مردم ازت زده بشن و میگه که ولزه تاریخ دعت گدول و هنهاگا گدولا میگه بعضی هم میدونین دعت بینین دعت میشه چی میشه جاجمنت همیشه بنده بازمون میکنم رو بوان برگزد سال میگه وقتی اتا خونن که میگیم اتا خونن لادام دعت و ملمت به اینوش بینات و لحشتو میخونیم میدونیم ما خخمه داریم بینا داریم دعت داریم میگفت دعت از همش مهمتره دعت یعنی جاجمنت قضاوت درست که دم میدونین این اطلاعاتی که داره رو کی کجا پیاده بکنه و اینجا دن دعت لازم داره کامن سنس لازم داره right? جاجمنت درست لازم داره که چی؟ که لیفامین مر شنیر الو شگه ارو و یووسم لخبر رو و کتس مخیر بعضی وقتا این اتفاق میفته مثلا مردم این همون داشتیم که سارا مثلا کسی دعوت میکنیم مثلا فرض کنیم شبات it's very beautiful میدونین به خصوص میدونین شبات میلز اصولا غذا با هم دیگه خوردن نزدیکی ایجاد میکنه تو که مرا میفهمید گدوله لگیما شمقارب طلبا بود واسه میدونین مثلا غذاهای شبات it's one of the it should be meaning hot به زلو top points of the week وقتی میدونین با هم دیگه نشستیم سر میز خانواده میهمان سر میز شبا که با هم دیگه میشینیم غذا میخوریم نه تیوی نه سلفون nothing just bonding together right شبات هیچی مثل شبات خانواده های اسرائیل سیف نکرده توی ما نمیفهمید یوتر میشه اسرائیل شامور تا شبات شبات شامور علیه بشه از که ما شومر شبات باشیم شبات شومر اسرائیله شبات ما رو پریزرو کرده و یکیش جدن همین غذای شباتی با هم دیگه خوردن و اصولا اگه بتونن خانواده من دیشب با یک صحبت مطمئن ببین سعی کن فامیلی تایم شما بیا خونه با خانم و بچه ها با هم دیگه باشه کارتو بذار کنار یک ساعت اگه مجبوری بعدا برید سر کار سر قضا میدونید با هم دیگه قضا خوردن نزدیکی ایجاد میکنه و به خصوص وقتی دیوره تورا هست چیز این هست زمیروت شبات This is an unbelievable right gift که آقادش برو خوب شبات به ما داره حالا خیلی وقتا اتفاقا خوبه که آدم به خصوص شبات میدونید شبات چیکار بکنه که کسایی دیگه دعوت کنه کسایی که کمتر با شبات آشنایی دارن اینا تو invite them over میتواس آدم میتواس تو دو outreach من خدمتتون گفتم یا نه یک راو تو شبات بود کلیسا صحبتش بود اینکه میگن چه عجب قدوش برو خود ابراهام رو انتخاب کرد و نه نوح رو به عنوان پدر ما چون ابراهام آوینو cared for others ابراهام آوینو فردی نبود که خودش گرم بشه میخواست همه خونه رو گرم بکنه نوح میخواست چکار به خودش سردش رو کنه پارتوپوس میپوشه خودش رو خواهد گرم بکنه ولی ابراهام آوینو میخواست همه خونه رو گرم بکنه همه دنیا را به امونا نزدیک بکنه سو این راو تونه سراف کوهن یه مسئله جالبی میزنه میگه یه نفر تو کارخونه برق چیز بوده همه چی اوتوماتیک و اینا هست ولی مسئول اونجا مسئول بود که اگه مثلا یه جایی فیوزا سوخت و اینا مثلا فیوزا رو چیزش بکنه مثل دکمه رو بزنه گفته ولی هست دو که جریان الکتریسیته مثلا سندی خانم همه ایسکوستا به هم ریخته اسم اینجا میخواستن اسرائیل بذارن میدونی فقط جالبه اسم این ستورمه رو میخواستن اسرائیل بذارن و این دفعه رفتن سر سندی خدا نکرده اگه همه دشمن اسرائیل هم شده anyway. حالا اینجا چی شده؟ حالا این طرف نشسته اونجا تو چیز بر و بیکاره یه نمیدونم کتاب گرفته در کتاب میخونه و این دفعه برقا میره حالا این بیا چیکار میکنه وقتی برقا رفت داره کتاب میخونه میره تو کشوش چراغ قوه و داشته چراغ رو برمی‌داره شروع به کتابشو خوندن آدم حسابی مردم تو شهر برق نیست تو الیویتور استاک شدن تو داری فکر خودت هستی فقط چراغ قوه میخوای کتاب خودتو بخونی اینجوری میگن همین آدمی که فقط خودش امونا داره فقط واسه خودش مثل که چراغ قوه گرفته داره میخونه آدم باید سعی کنه همه شهر رو روشن کنه سعی کنه که سلفیش نباشه So it's very good in Ajadan. هر کسی من دعوت کنه آدم میمون مهمون دعوت کنه شبات it's very شباتی که درست برگزار بشه تو خونه it's مماش you could من همیشه تعریف میکنم تو کلیسا میگم یه شاید 15 سال پیش تقریبا یکی از جوانایی که شما شبات رو تو کلیسا اینا نامزد شد با
بعد من شب شبات دعوتش کردم بریم خونه. تو راه که داشتیم وقتی اون لاسینگا بودیم داشتیم بعد میرفتیم خونه، به من گفت فلانی میدونی من چرا شما شبات شدم؟ من گفتم اوه حتما شیورای من بوده بعد گفت ببین ارزن اینا همش به یه طرف. گفت ببین من یه دفعه تو رو دعوت کردی خونتون، من دیدم چجوری با بچه ها خانه نشستین بیوتیفول، خوشحالی، بخند، بگو، فلان. گفت من میخوام همچه خونه داشته باشم. سی جدن یک چیز شبات could do wonders right. ولی از اون طرف مهمونا هم اینجا پلیویت میگه بعد چیز بکنم، یه بعضی فکر میکنن نشستنی دارن از این میزنن، شاید مثلا ساخونه میدونین شاید بخواد داره بخواب هزار فکر چیز داره، دفیومی داره، این داره، اون داره، whatever. ولی میگه don't overstay، به انگلیسی میگن don't overstay your welcome. شنیدین ها؟ don't overstay your welcome. میگه بعض وقتا فکر میکنه که داره خیلی فکر میکنه حرفاش هم خیلی واسهشون جالبه، میگه فکر میگه که میگه بعضی وقتا باروخش هم we have never had guests like that but don't get me wrong. ولی چیزی که پلیویتس میگه it's very میگه چی؟ ماشن ایر ایلو شیه ایراب و یووسم لخورو و کتس مخیف. این فکر میکنه که داره کنه حرفای خوشمزه میزنه و سری شاید خار باشه ده کنه دینه بابا باشه برا دیگه right. don't overstay your welcome. همینطور هم میگه بعضی وقتا ربانی هم همین مسئله رو دارن، هی داراش میکنن، میگن، حرف میزنن مردم برشتش رو میخوان برن right. they just go on. میگه یک دات میخواد، میگه جدا این جاجمنت خیلی مهمه که آدم don't overstay your welcome. میگن یه راوی بوده همیشه خیلی حرف میزنه، خانمش بهش میگه ها پلیویت دارم پلیویت این که از الان خونده تو منی آس خیلی بته فکر کنم تو منی آم صفحاش فرق میکنه تو میمه منی آم that's right it's beautiful. نه میخوام بلایی تو کلاس تیلیمه تو the nights تشریف بیاریم we have پلیویت و خیلی تو نرس کردم یه دفعه یه راه بوده خیلی حرف میزنه خانمش تو چقدر حرف میزنی خانم میگه میدونی چیه من وسط یه آیدیا خوب میگه من نمیفهمم وقتی شروع میکنم به حرف زدن دیگه خودمو گم میکنم میگه من وسط یک آب نبات میگیرم از این ساکینگ کندیز که دقیقاً 10 دقیقه طول بکشه هر دفعه قبل میذارم دهنت دیگه تموم شد چیز کن. یه دفعه خانمش هم میاد میبینه کار میکنه اینا میره همیشه بیوتیفول کار میکنه یه دفعه میگه خانم شروع حرف میزنه آخر کار نیم ساعت حرف زد خانم میگه چی شد میگه اشتباه به جای کندی دوبله گذاشته بود دهنت تو جوره بوده anybody, all of us, we overstay our welcome. And the man was able to not to impose. So then, Weinberg Zatzal, always said, you get the converse the first 10 minutes. He said, if you want to make a difference, 10 minutes, people are more likely to get shiur. I mean, من با خودم صحبت میکنم آدم خیلی باید مواظب باشه don't overstay your welcome و تو موارد دیگه آدم خیلی باید چیز باشه که not to impose on other people. من مادر خانم خودم بیامرزش همیشه میگفت میگه من امیدوارم هیچ وقت من چیز نشم افتاده نشم که شما باید از خونه زندگیتون چیز کنی که بیاین من تکر کنی چقدر چیز بود که اینا not to impose. Sometimes it's overdone, obviously. This is not, you know, یکی از که خدا نهیده چیز میگیره. Definitely, فامیل لازم داره. ولی we're talking about on, میدونید, on ongoing interactions. و یه راوی جوانی از یه شهر دیگه من صحبت میکرد. از اتفاقا رجوع همی رو صحبت گفتم ببین, من یه دفعه پیش تو بوده, تو خیلی حرف میزنی. بهش گفتم ببین, I love you and I want you to ببین. چیز کن مردم وقتی میبینی که چیزشو ندارن لفتش نره right. دوش گفتم بودم وایمبرگ زدسل میگفت you know you get the converts the first 10 minutes بعد از در دقیقه دیگه مردم الان attention spanشون هم خیلی کوتاه به خاطر تیوی و تمام اینا میدونین تیوی اینا میان یه کامرشال میلیون‌ها دلار خرج میکنن که in 30 seconds in a minute to give you an effective message. Unfortunately that's the way it is. مردم مثل قدیما نیست بیا نمیدونم بشینن داستانای هزار و یک شب گوش بکنن. واسه این خیلی مهمه. ببینید من به آقایونم میگم یه پدر مادرها مثلا میخوان حتی شب سر میز شبات که صحبتشو کردیم it's so important. ببینید
to put time. حالا whether it's اگه پدرت بر تو را میگه یا مادر میگه جدن تو پوت همونجوری که انقدر زحمت میکشیم که میدونی مثلا پلو خورش و غذا اینا رو درست بکنیم. It's good to prepare also for the spiritual aspect of the سوده شبات. یه داستان قشنگ، یه چیزی، یه دیورتورای قشنگ، ولی قشنگ باشه، یه چیز کوتاه و میدونین گیرا. To be effective. Again, the same idea of not to overstay our welcome. به فارسی چی میگم؟ فارسی حتما این چیز داری؟ Not to overstay your welcome, ها؟ شیرین بیا شیرین برو. شیرین برو شیرین. اندازه نگه دار. مریخ ترخا. مریخ ترخا. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. برای همه چیز. من پدر بزرگم خدا بیامرز پدر میگفت بابا کم بخور همیشه بخور. کم بخور همیشه بخور. این هم همینه. کم حرف بزن ولی همیشه دبوده از که تو تا کنه. Anyway, fine. میتونی بریم سر تهیلیم دیگه, right? تهیلیم بیوتی بیوتیفول پاسوک پیدالت 84 میزمور پیدالت پاسوک واو 84. این گفتیم که این میزموریه که ما هر روز برای تفیلای مینخاین ما میخونیمش. اون وقت دیدیم گم سیپور ماتس آبایت ادرور گلا اشر شتا افروخه ها ات میزبخوته ها که دیدیم که اینجا میگیری میفرماید افروخیم این جوجه ها تا کجا بذار؟ بغل میزبخ هشم بچه ها تا give your kids Torah education, right? اشر شتا افروخه ها ات میزبخوته ها گفتیم اشره یوشوه به اتخالی علیه السلام اینم رو خوندیم واو که این ادامه پاسوق قبلی پاسوق واو اشره آدم اوزلو باخ مسیلوت بیلوابا. This is one of my favorite پسوقیم تو تهیلیم. اشره آدم اوزلو باخ مسیلوت بیلوابا. یعنی چی؟ مفرشیم توضیح میدن میفرماین که اولا باخ میدونیم باخ میشه کافبت که 22 حرفی که حروف زبون عبری 22 حرفی که این سمبول توراست. دوید امیلخ میفرماید اشره یوشوه به اتخ بسوق قبلی که انسان تو زندگیش قدرت میگیره عز میگیره از چی؟ از تورا، از امونا به حقابش برو. آدمی که امونا داره به حقابش برو خوب آدمی که ایمان داره عز داره قدرت داره right? میگه اشره یوشوه به اتخ بسوق قبلی بود اشره آدم عز دو باخت داره بیدم میگه آدم خوشبخت اشره اوشر ببری میشه چی؟ خوشبختی. میگه کی آدم خوشبخت کیه؟ اشره آدم اوزلو باخ. اوزلو یعنی قدرتی که داره از تو میاد عقبش برو. یعنی میدونه که هر نفسی که میکشه از عقبش برو خوه. میدونه هر روز زندگی it's a gift from عقبش برو خوه و با امونا زندگی میکنه. این قدرت داره تو زندگیش. اشره آدم اوزلو باخ. گفتیم باخ میشه کاف بت که چیه؟ 22 حرف الف بت توراست. اشره آدم ازلو باخ مفرشه میفرماین آدم شهو کسی که از یوشوه بیتخا هست ها از شدو میمخ و ها امونا بخا نوتن لو تا از و اومت امونا به حقادوش برو خود چکار میکنی با آدم قدرت میده که بتونه تو این زندگی میتونی بتونه زندگی کنه. زندگی پر از فراز و نشیب و پر از میسیونوته همش که مسیحیتش داریم اولش میاره زندگی و رجمع صحبت میکنیم همیشه زندگی مرتب همه constantly we are being tested. This is life. زندگی حالا آدم وقتی نیسایون داره وقتی تو زندگیش امتحان داره دو تا چاره داره یا ناس میشه چی؟ یا فرار میکنه یا نس ببری میشه میره بالا میشه پس پرچم رمبانی نمیگه نیسایون آدم چکار میکنه وقتی دارم با این آزمایش ها زندگی که همه مون داریم انواع آزمایش ها. آدم دو تا چاره داره یا آدم ترسو فرار میکنه ناس لانوس میشه فرار کردن یا با امونا و حقودش برو خوب withstands تو این تسته چیز میکنه و از این experience is gonna grow from it. نصف ابری میشه پرچم. رمبان میگه که این نیسیونوت آدم توش اعتلاع پیدا میکنه. اتفاقا پریشب بود بخوندم خافت سخیم تو اروپا که زندگی میکرد میخواست کتاب چاپ کنه سانسور داشتن
بس که الان توی ایران هم اینجوری بخواهد که درمون چاپ بکنن فیلم کتاب همه چاپ That's right. So اتفاقا حالا اینا که عبری بلد نیستن ببینن که میشنه بورا چی نوشته و چی عبری یک اسرائیل که اصلا هیچ امونه به هیچی نداشته رایت اصلا اونجا تو wherever he lived to لهستان wherever it was اینا این چارج کرده بودن که به صورت بیاد این کتابایی که بخوان اسرائیل چاپ بکنن مثلا سانسور کنن ببین اصلا که جون خلاف رژیم توش چیزی نوشته باشن و این اسرائیل غیر مذهبی که همه چی اصلا کافر بوده he was in charge خافتخان کتاباشون بره مؤدبانه بهش میده که این چیز کنه شروع میکنه مسخره کردن و چیز کردن حرفا رو ول کنه دیگه گذشت اینا و باید متجدد باشیم و رای شروع میکنه مسخره کردن خافتخان میدونین he had a lot of اهوت اسرائیل خافتخان میشه که ببین من میدونیم میرم شهر به شهر که کتابامو بفروشم با and I meet all kinds of Jews Israelis اینا میگه چند وقت پیش توی یکی از مسافرتام رفتم توی یک شهر یک اسرائیل دیدم خیلی ناراحت بود خیلی زندگی سختی داشت اونم میدونی هی خود مثلا از این شهر جنس بره به اونجا به این ور هی خود واسه امرار معاش چیز بکنه مسافرت کنه این ور اون ور دیدمش باش آشنا شدم خوش دلداری دادم بعد میگه من رفتم تو شهر این تو لوج میگه اسم شهر لوج بوده رفتم اونجا کتابم بفروشم دیدمش دیدم این اصلا خودش کاملا باخته دستش گرفتم گفتم چی شده میگه نمیدونی میگه ببین من متاسفانه چند وقت پیش خانمم از دست دادم و میگه اصلا کاملا خورد شدم میگه خب مثلا میگه بهش گفتم ولی فلانی خب ببین تو که میدونی مرتب همیشه میدونم وسط خیلی سخته خواستم دلداریش بدم ولی تو ببین بعضی هستن که همش تو خونه زندگی میکنن اونا واسه خیلی سخت داره ولی تو من میدونم با من صحبت کردی همش تو دوره گردی به سختی مثلا شاید once in a while میرفتی خونه چرا انقدر شکسته شدی؟ میگه ببین تو متوجه نیستی واسه من سخت داره میگه چرا؟ میگه واسه من سخت داره تو اون کس که همیشه تو خونه بوده میگه من هر جا که میرفتم مسافرت همیشه دلم خوش بود بالاخره میرم خونه راحت خانمم اونجاست محبت اونجاست عشق اونجاست یه امیدی داشتم گفت الان دیگه امیدی ندارم اینه که من انقدر شکست شدم چون اون خونه همیشه واسه من چی بود تو همه درب دریام اون چیز بود یه چیزی مثل جای آرامش بود this was something that I روز شماری میکردم که مثلا این چیزامو تموم کنم برگردم خونه الان دیگه خونه رو ندارم سخفت خان میگه ببین I love you به اسرائیل میگه ببین تو هم مثل جریان این هست ببین ماها میگه بهش میگه خب خیلی میگه everybody has it in life difficulties همه ایسوریون دارن تو زندگی همه هر انسانی این آدم بلو ایسوری بارها گفتم دیگه بارها میگه اگه آدم 40 روز هیچ ایسوری بی سرش نهد باید تعلیف بگیره تا علما باشه اینجا دارن بهش میدن آدم همیشه فشار داره همیشه همه دارن ولی یک سری کسی که امونا داره متوجه هستی میدونه که ببین بالاخره یک آرامشی هست میدونه که رعب نمیدونه کسی که اولام میره میگن ساو مالی منو خود جدا آدم وقتی که از این دنیا میره کسی که درست زندگی کرده تو این دنیا به آرامش میره به جای میره که جدا اونجا از نتیجه تمام زحماتش اصلش اولام عباس میگه این اسرائیلی که امونا داره چیه مثل این دورگرده است میره تمام مسائل زندگی طی میکنه ولی میدونه که یه عاقبتی داره یه خدایی هست علما بای هست اونجاست منوخا و خیه علما اونجاست یوم شکولو شبات اونجا علما با یوم شکولو شباته اونجا سیدن شبات انقدر دلپذیره دیس از ایت علما مثل شباته یعنی مقبولی میگن چرا اصلا شبات هر شب ما داده رمبان میگه چرا خودش رو خوب میسای شبات به ما داده چون شبات مظهر علما باست آدم این شبات از anybody میدونین هر کسی که این شبات درست اجرا میکنه you can't wait for شبات you can't wait hanging there شبات is coming right چرا و آدم چیکار میکنن قبل از شبات همش تکاپو حاضر کن غذا رو حاضر کن یا نه اینو بکن اونو بکن شبات که میرسه آرامشه رمبان میگه که این حقدش برخو این علما با انقدر مرکزیت داره که ما هر هفته We celebrate علام عبا شبات علام عباست مین علام عباست که چکار همونطوری که آدم قبل از شبات everything you prepare to be ready for شبات همینطور هم زندگی ما it's a preparation برای علام عبا
میگه ببین کسی که به علما با اعتقاد داره، امونا داره، میدونی حداقل تمام این پسو پیشه میدونی که یه خونه ای داره اونجا منتظره که خونه است. ولی I have pity for you، آدمی که امونا نداره را این خونه را نداره، اصلا there's nothing to look forward to. بعدش چی؟ right. So اتفاقا the story doesn't have a happy end که نمیشه بزن این طرف رو define میکنه خواهد خواهد اینا را. بعد از چیز میشه اصلا میفته همون جایی که کار میکرده، از پلا میفته، دست و پاش میشکنه، خود علیل میشه، خدا نکرده با چه گیسوری می از دنیا میره این شخص. نه به خاطر چیزای دیگه، ولی منظور که جدا خافتس خیلی دیگه میگه آدمی که امونا نداره جدا عذر نداره. داریم میخونیم اشره آدم عذر و باخ بیشتر از هر چیزی، امونا ایمان به عقد و شوخه با آدم عذر میده، با آدم قدرت میده. اشره آدم عذر و باخ مسیلوت بیل بابام میفارشی میگن اون وقت آدمی که جدا خودش امونا داره، آدمی که میتونه چیکار بکنه، مسیلوت بیل بابام میتونه پاثویز، میتونه راه پیدا کنه به قلب کسای دیگه. آدمی که یه اطرامایم داره دوارام نشماییم. من خدیه ما رو میفهمید کسی که جدا چو یه اطرامایم داره، میدونین چی بهش میگن؟ فارسی کلمه خوبی داره، میگن چیز کلام داره، چی میگن؟ ها؟ نه 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 یه چیزی که حرفاش به دل میشینه. میسید مثلا این بزن بینید مثلا بینید الان نوار و تلپوینا زیاده، آدم بعضی خیلی به دل آدم میشینه سی خیلی ها دوباره خیلی حرف میزن، خیلی هم صحبت بکنن، میتونه ناطقه های خیلی خوبی هم باشن، ولی یه بعضی هستن که دیدن حرفشون به دل آدم میشه. واسه میگه مسیلوت بیل وام، میگه اون کسی که جدن ایراد شمایم داره، امونا داره، مسیلوت بیل وام یعنی میتونه حتی تو قلب کسای دیگه مسیلوت ایجاد بکنه. مسیلا میشه چی؟ میگه های وی، جاده، اگزکتلی رایت. مسیلوت بیل وام همینطور میفرمایند که بله چی بگردین کسی که ایراد شمایم داره بعدش می شگشتو ایراد شمایم دواراو نشمایم، یا میگن دواریم حیوتسی مینا لف، اون خسم مینا لف، اونم یک گفتار دیگه از کلمه که از قلب بر بیاد به قلب میشه. ولی این صلابت کلام میگم به فارسی، نه؟ چیزی هست نفوذ کلام، نفوذ کلام، دست شد داوید الملک داره میگه که اشره آدم عزل و باخ، اون کسی که جدن اشره بیته خاص جدن، و گفتیم از تورا، این چیز از تورا میاد که اون وقت اون عز اون قدرت رو میگیره، اون وقت مسیلوت بیل بابا مثلا در میخواد مثلا بچه هاش حرفش رو گوش بکنن، یه میخواد بهشون امونا بده، اول باید امونای خودش کار بکنه. کسی که خودش امونا پیور امونا داشته باشه اون وقت چی میشه؟ اون وقت بچه هاش هم گوش بکنن، مسیلوت بیل بابا. کسی که اون عز خودش قدرت ایمانه داره اون وقت مسیلوت بیل بابا. همینطور یه پشت دیگه جالبی که بنده دیدم اینجا تو مفارشیم میفرماین که مسیلوت بیل وام، میگن که عوادت هلویگیم، میگه ببین وقتی میخوان مثلا از دریا میخواییم آب بکشیم، مثلا یه جوب بکشیم آب که بیاد جای مختلف، باید چیکار کنیم؟ باید تو خاک باید یه جوب به سرا چیز بکنیم بکشیم تو خاک که آبه از اونجا بیاد تو این جوبا. میگه همینطورم اگه دن بخواد که تو قلبش یاد شما این بره، باید چیکار بکنه؟ باید تعود، باید این چیزا از قلبش خارج کنه. ببین به قول رابن داوید اینجا 120 میگه ببین بستگی طرف، تورا میخواد یا گلیدا میخواد؟ یادم تو زندگیش دنبال شیرینی هست، نه که there is something wrong with گلیدا. من خیلی وقت میشم پیش رابن داوید همیشه سودای شباتش همه چیز فراوونه، ولی میگه ولی این نباید بگیدم کسی که عاشق بستنی عاشق هشم نمیتونه باشه. و از زوهر عقادوش میاره که زوهر عقادوش رو شیرشی تو شب شبات اینجا تو کلیسا بود دو مرتبه همیشه نمیگن. زوهر عقادوش میفرماید تو شیرشیری نوشته چی؟ کی خلت احوا آنی، راید پاسخ تو شیرشیری کی خلت احوا آنی. زوهر عقادوش میگه که ما مسئله اینه که ما عشقمون مریضه، خلت احوا ما عشقمون مریضه، عشق نمیدونم دیزنی لند داریم و بستنی داریم و پالتوپوس داریم و whatever it is، عشقمون مریضه. به جای اینکه عاشق عقادوش برو خوب باشی، عاشق روحانیت باشیم، امونا باشیم، عشقمون جای the wrong places، عشقمون تو لکسس و نمیدونم تو مادیاته، عشقمون مریضه، that's our problem. کی خلد احوا آنی، من عشق مریضه، that's تو شیرشینیم شما بلکنم خلد احوا آنی، یعنی this is it، right؟
که ما عشقمون it's not in the right place. واسه داره میگه مسیلات بلوام you want امونه بره تو قلبت باید چکار کنیم مسیلات عبوت تلویه میگه که کش روتسیم لهمشیخ مایم اینو right. میگه میشه روتسیم لهمشیخ حلاف قدوشا کس که میخواد میدونی شخینا قدوشا امونه بره تو خودش چریخ لحسود مسیلات بلوام لخصوف حتعوت هراعوت باید عشقش را میدونین شفا بده وقتی یه خلط احوا نباشه when that love is in the right place شده که در عشقش مریض نباشه اون وقت right, چی میشه؟ اون وقت به عزرت هشم اون امونام میاد و مسیلا پیدا میکنه به صدا توی قلبش به عزرت هشم و اتفاقا دوید امیلخ علاوه شلوم به پسرش به شلوم امیلخ دیوره ایمیم بیود الف کفخت میفرماید دا ات الوکه اویخا و افده هم میگه ببین پسرم گرم تو زنی میدین چیکار بکنی خدای پدراتا بشناس و عبادتش کن و میفرماید که چی؟ یعنی آدم کجا بره باید آدم تو اون شاهراهایی بره که مسیلوت که ابراهام، یسحاق، یعقوب راید اینا برای ما راید اون مسیلای امونا اون هایوی اون جاده امونا را اینا برای ما میدینین معین کردن دیست با دیدید و وسام یان با شراشری میگه املوت دیلاخ حیفا بناشه میگه چی سیلخ به اقوه حدسون و رئیت که دیو تایخ تو میشه تو میدرش میگه اگه نمیدی تو زندگی چه راهی رو باید بری برو تو اون راهی که رای ابراهام اون اجداد ما دیده بر our loving fathers برای ما رای اینا مهیاش کردن و آمادش کردن اووری به امق هباخا معیان یشیتوهو گن برخوت یعته موره beautiful continuation یعنی آدم تو زندگیش میدونین دو راه داره یک راه هست که راه اموناست راه امونا به عقب شمول که آدم هیچ وقت تو این دنیا تنها نیست ببینیم ما اومدیم مفارشی میگم آدیم تو این دنیا for relationships روابط to create relationships ولی باید بدونیم که اون رابطه ای که از همه روابط دیگه قدیمی تر چون رابطه که معشب داریم نشامای ما قبل از که بیاد دونی دانم بقید روش بارو خوبه This is the ultimate relationship اون رابطه که ما با معشب داریم ما هیچ وقت تنها نیست We are always دوید امالخ چی میگه؟ گم کی بگه سلمان به طلوعی رارا دوید امالخی خداوند من حتی اگه بگه سلمان به حتی تو سایه مرگم که برم هیچ وقت من دو ایران از هیچ من چی ترسی ندارم چرا؟ اتا ایمادی because you're always with me you're always with me right شیفتخا و میشانتخا امای نخامونی خداوند شیفتخا شیفتخا یعنی کتک شبت میشه چوب وقتی به من چوب میزنی یا وقتی تو تکیهگاه من هستی این به من تسلی میده یعنی حتی وقتی چوبم که میزنه میگه یه پدری اونجا هست که داره منو میزنه he loves me دوید امیلخ اینجوری میگه بیه شیفتخا و میشانتخا میگه چه خداونده وقتی تو به من چوب میزنی شوت یا میشانتخا وقتی تکیگاه من هستی دوتاییش به من تسلی میده because I know من هیچ وقت تنها نیستم I know you're always with me یادتونه چند دفعه خدمتتون عرض کردم که مقبولی میگن چرا کسی که اولام میره ما شمع روشن چه ربطی از حالا تاسو گفته که نه رشم نشمت آدم ولی چه رابطه ای هست بین شم و نشما حرفش زیاده ولی مقوبالی میگن که ببین این چون گفتیم نور تو این دنیا تنها چیزیه که میگن راید نشما را جدن سمبول نشماست نور همیشه با سورسش راید چیه؟ همیشه ایزید کنه مرتبه رابطه تو همیشه نور با سورسش نور تنها چیزه همیشه با ببین یک مثلا تو طبیعت مثلا یک گل از درخت بکنی هنوز گل میمونه ولی نور را اگه از سورسش قطع کنی چی میشه دیگه وجود نداره الان مثلا اگه تو حال تاریک باشه دره که باز بکنی نور اینجا میره تو حال الان یه خود نور تو حال هست دره که ببندی اون نورا از بین میره چی شد اون نورا چی شد چون از سورسش جدا شد متوجه هستی think about it این it's a deep concept همینطور اما میگیم همونطوری که همیشه نور اشعه نور با سورسش در تماس است نشامای ما هم همیشه با عقودش برخور رابطه داره اون رابطه ما با عقودش برخور هیچ وقت
قبل از تولد ما پیش عقل شروع هستیم، میایم این دنیا یک مدت زمانی یک به اصطلاح کالبد جسمی داریم، لباس لشامون لباس هم داره، بعدش هم دو مرتبه باز that connection is always there، اون کانکشنی که ما با هاشم داریم it's always گمکی الاخ بگید فهمون لو ایرارکی اتای مادی، اون رابطه با عقل دشمن this is everything، اون رابطه است که به انسان عز میده، به انسان چی میکنه، با انسان به انسان نیرو میده، گفتیم مزوزا که دم در میاد میره بعد باید عقل دشمن خود لمس می message of مزوزا is شمر دلتا اشرا میگه برین تو من موازه بتونم میری بیرون من موازه شمر دلتا اسرائیل it's a message of love، آدم روزش که شروع میکنه شوخاروخ میگه میخوای بری بیرون دست بذار رو مزوزا برو، یعنی حقا دوش برخون لفظ this is the message of مزوزا، و این عز این چیزی که با آدم قدرت میده. حالا کسی که این امونا رو نداره این پاسوق اصلا پاسوق بعدی چی داره میگه؟ میفرماید اشرا آدم عز رو بخواست حالا اووری به امق هباخا رشی توضیح میده اووری به امق هباخا اینه که میرن جهنم، اونجا چی؟ امق مثل یک دره‌ای که اونجا باخا از بخ میاد، گریه گریه گریه، اونجاست که اون آدمایی که امونا نداشتن، آدمای کافر بودن، تکفیر کرد چیزی نبود، هیچ چیزی نداشتن، اونجاست که گریه میکنن، حقیقت اونجا میبینن. واسه این جهنم، جهنم میدازن هفت تو میگم نمیدونم دارن یه چیز وایساده اونجا داره ما رو کباب میکنه و اینا، جهنم میگن خیلی خجالته، خجالت که وقتی آدم اونجا وقتی امتا میبینه، وقتی آدم حقیقت رو میبینه اونجاست که چیکار میگه داره گریه میکنه. واسه این جهنم داوود امیر میگه چی؟ اوره به ام قباخ باخ از بخ میاد، تو میدراش میگه بخ، و اونجا یعنی اصلا یک نهری از اشک و گریه اونجاست، معیان یشی تو مثل یک چشمه ای که مرتب right اونجا دارن اونجا، ولی واقعا جالبه که this is an amazing revelation که تو میفرماین که یلقوت شمانی میفرماید که گیلوسو شلق و دشبرخو میگه اینا اوله یوتر میگن اده میگه از گهینوم بیشتر خداوند تصویر میکنن تا بهش، یعنی اینا که متوجه هستین، یعنی اینا که رفتن اونجا اون امتا وقتی اونجا به حقیقت دنیا میپیوند که چطوری این آدم اومده تو این دنیا اینقدر سال زندگی کرده without a little bit of appreciation که اصلا زندگی از کجا اومده، چجوری عقبش برخو از لحظه که نطفهش بسته شده باش بوده بهش داده انقدر تپش‌های قلب، انقدر نفس کشیدن، انقدر بهش داده طرف تکفیرش که اصلا دیدن بره بینیم، وقتی دم امه تا اونجا ببینه اون وقت گریه میکنه، اون وقت اووره به امه هباخا، ولی میگن وقتی جو امه تا میبینن انقدر عقلش رو تسبیح میکنن که میگن تسبیحات اینها که تو چیز هستن تو جهنم هستن از اونایی که تو گنه در هستن بالاتره، right؟ Because اینا وقتی دارم تاریکی میبینه اون وقت نور رو اپریشیت میکنه، right؟ So it's very interesting. یعقوب شمونی میگه که قیلوسان شد اقا دوشمار خون میگه اینا اوله یوتر میگن اده، پس بنابراین اینجا میفرماین که this is over به ام خباخا، و چکار میکنن؟ اون منظورش اینجا جهنمه که و وقتی که اونجا چیز میشن اونجا when the seed emet over به ام خباخا معیان یشیتوهو یعنی اینجا مثل یک چشمش میکنن از عشقاشون، ولی بعدن امت ها اونجا میبینن گم براخوت یعته مره، براخوت is blessings، یعته میشه انولوب کردن، یعنی اون وقت میان مره عقدش برخوه معلم ماست، چکار میکنم بیان اون وقت میان عقدش برخوه با براخوتش با blessingشون انولوب میکنن، right؟ یعنی عقدش برخوه احاته میکنن با براخوهاشون که گفتیم که حتی تسبیحاتشون پریزشون پریزن که تو گن ادن هستن از اونه که تو گن ادن هستن تو گهینوم از گن ادن بالاتره، که چی میگه چی؟ اوره به ام قباخا معیان یشیتو گم برا خود یعته موره، که اون وقت you're gonna have blessings، اون همه blessing که تو اینجا نگفتن اونجا میگن، ما باروخ هشم روزی ست برا خواه میگیم، روزی ما برا خواه اقدوش برخواه با هر کاری میکنیم اقدوش برخواه برا خواه میکنیم، همیشه مرتب خداوند با امید خودت آب میخوریم برخا میگیم برخا اول برخا آخر، ما برخا من داریم اینم اینا اونجا که رفتن چیکار میکنن؟ گم برخود یعتم ور دن چشماشون باز میشه and they're gonna have those blessings، و hopefully کسایی که به اینجا میرسن واقعا بعد از گینه نه مولا ما بدارن
right? کس که جدن اونجا چیز میکنه، جدن گریه که میکنه هم بی خودی نیست. اونا بالاخره بعد از دوران گهینا به گنده دیدن میتونن برسن. سو ولی بعضی ها چرا؟ ببینیم بستگی داره که اینو بارها عرض کردیم. ببینیم بستگی داره. کسی که میدونین، کسی که بارو خشم اینجا به تکامل رسیده، that's it, straight میره کسی ها کابود. یه ده هستن بستگی دیگه چقدر کمبود داره. بعضی از کمبودها هست که آره همونجا با گهینا و اینا تصفیه میشه، لاندری میشه. بعضیشون باید گیرگول باشن. That depends on the level. بستگی دیگه چقدر، how much shortcoming، چقدر کمبوده. Right. گم برا خود یعته مولم همینطور رشبام هم از این ویدیو فکرشاد میفرماید که باخا میگه باخا فقط گریه نیست، میگه باخا از نوخ میاد، نوخ میشه confused. Right. Confused. موره نوخیم که بگه رمبام نوشته اسمش که موره نوخیم یعنی the guide for the perplexed. Right. نهج البلاغه چی میگن به چیزش؟ راهنمای سرگشتگان. ولی بخ همون از نوخیم میاد. رشبا میفرماید که هن نوخیم ال شعورو مشبره نوخا به خیین نهفاخیم لمعیان. رشبا میگه این کسایی که جدن اینجا کنفیوژن داشتن اون وقت چی میشن؟ اونجا تبدیل میشن به یک معیان، به یک چشمه، در این دیاگونه ترانسفورم میشن. اونجا جدن اونم اون چیزای گهینوم هم میدونه it's like a laundromat. That's what گهینوم is. جدن آدم میره اونجا که تمیز بشه. واسه این خیلی ها میرن اینو میگم قدش میزنیم، واسه ما میزنیم. میدونید قدش ما چرا یه سال یه هفته کم میزنیم؟ چون نوشته که رایت بعض خیلی از نشماها تا یک سال میرن میرن گهینام و اونجا گهینام ایتس لک لانجی مت. حالا بستگی داره، بخواهی لباسی لکه میشه بعضیش میشه کفمال کرد، بعضیش کولد سایکله، بعضیش ورم سایکل، بعضیش باید بلیچ بشه. دیگه بستگی به لکه داره دیگه، بستگی چه لکه چقدر بیده. و بارها گفتیم که داوید امیلخ میگه I love this پاسور، میگه خداوند هرب کبسنی معوانی، خداوند نظر آوانای من چرک مرده بشه، زود زود ایسوریم سر من بیار. ما نمیخواییم ازش اینو، ما نمیتونیم ایسوریم چیز کنیم. ولی داوید امیلخ از هشم مطالبه میکنه، میگه خداوند هرب کبسنی معوانی که من زود به زود آونا ما با یسوری اینجا پاک بکن که چرک مرده نشه. ولی this is what's going on there. و in conclusion یه خورده از روش شاید جوک میگن که اینجا میگه که قیلوسوش و لقدوش بروخو گفتیم از گهینوم بالاتر میاد تا گن ادن. میفرماین که یوتر یش معمینیم بین ها انیم، این کسی که تو جهنم زندگی میکنن تو این دنیا که وضعشون خیلی خرابه، اینا بینشون بیشتر امونا هست تا پول دارا، تا اونه که تو گنه ادن هستن تو این دنیا. معمولا میدینین آدم قلب شکسته آدم رو به هشم بیشتر نزدیک میکنه. اینشانه که به عزت هشم همه براخامون رو اینجا بگیم، نمیخواهم اونجا براخا رو بگیم. پس قدیش تمیزتر میکنه.